پاداش احترام نوشته جان بیو فصل هفتم احترام به مقامات حکومتی زیر راست کرداران از حکمرانان حراسی ندارند اما خلافکاران از آنها میترسن آیا می از صاحب قدرت حراسی نداشته باشی؟ هانچی را که درست است انجام بده که تو را تحسین خواهد کرد زیرا خدمتگزار خدا است تا به تو کند اما اگر مرتکب کار خلاف شوی بترس زیرا شمشیر را به جهت عمل نمی کند او خدمتگزار خدا و مجری غضب است تا کسی را که مرتکب کار خلاف شده است کیفر دهد پس آدمی باید نه تنها برای پرهیز از غضب بلکه به سبب وجدان خود نیز تسلیم قدرت ها باشد به با همین سبب نیز مالیات می پردازید زیرا سایبان قدرت که تمام وقت خود را وقف کار حکومت میکنند، خدمتگزاران خدایان به هر کس آنچه را حق اوست بدهید اگر مالیات است مالیات بدهید اگر خراج است خراج بپردازید اگر احترام است احترام بگذارید و اگر اکرام است تکریم کنید رومیان 137 سی در آیات بالا قدرت های حکومتی و مدنی دو بار خادمان خدا نامیده شدند و از ما خواسته شده که آنان را احترام و تکریم نماییم توجه کنید که پلیس به تمام آنها اشاره می کند و نه فقط بعضی از آنها هر بار که با پلیس آتش نشان کارمند شهرداری شهردار قانون گذار وزیر قاضی نماینده مجلس سناتور یا هر کسی که مقام در حکومت دارد برخود می کنم در قلبم احترام و شوق عظیم اسم می کنم وقتی به دفترهای امور شهری فدرال یا کشور می روم، در قلبم نسبت به آنها احترام و تکریم می بینم یاد گرفتم که این آلت به سبب ترس خدایی هست که در قلب من ساکن شده است. اخیرا برای رفتن به جلسه های مهم با کارکنان من عجله داشتم. در همان افته سال تحصیل جدید هم شروع شده بود. پیش از آن در تحصیلات تابستانی مجاز بودم که با سرحت 50 کیلومتر در ساعت در اطراف محل مسکونی رانندگی کنم. چون در طول سال تحصیلی در طول روز سرحت مجاز برای رانندگی در آن منطقه فقط 35 کیلومتر در ساعت است. چون رسیدن به جلسه کارکنان عجله داشتم، چراغی را که برای اختار به رانندگان جهت کم کردن سرعت در آل چشمک زدن بود، ندیدم و با سرعت 50 کیلومتر در ساعت به رانندگی در آن منطقه ادامه دادم. ناگهان پلیس که سوار بر موتور سکلیت و میان با پنهان شده بود، را دیدم و چراغای گردش را روشن کرد و من را بلا فاصله سرحتم را کم کردم و ایستادم. هو مانند بیشتر پلیس ها جدی و قاطع بود. به خصوص وقتی که گواهی نامه را رانندگی و کارت بیمه موتر می خواهن. من با احترام و با او گفتم که دلیل متوقف شدنم توسط او آگاهم و واقعا متاسف هستم. بعد دوباره تخلف من صحبت کردیم او از اینکه اغلب مردم در چنین شرایط اعتراض میکنن کنند بهانه می کنن به که آوردن و از اینکه چرا متوقفشان کرده هست گلمن صحبت کرد جواب دادم قربان من مقصرم او گفت که جریمه رانندگی با سرعت بالا در محدوده مدرسه 220 دلار است اما در کمال تعجب دیدم که او گواهی نامه و کارت بیبه را به من برگردان و گفت روز خوبه داشته باشی و بعد به طرف موتورسیکلتش رفت شوکه شده بودم با صدای بلند گفتم نمیخوام برگ جریمه را به من بدهید او فقط لبخند زد و به راهش ادامه داد من لبریز از اس دریافت فیض عظیم به رانندگی هم ادامه دادم با کلمات نمیتوانم احساس قدردانی را در آن لحظه بازگو کنم البته همیشه بدین دین منوال نبوده است چند بار در طول سالهایی که به افسران پلیس احترام گذاشتم جریمه هم شدم یادم هست که یک بار با کارمند جدیدم به طرف فرودگاه می رفتم باز هم در معدوده خانه سرحت مجاز را فراموش کردم و پلیس مرا متوقف کرد همکارم به گمان این که دل مرا به دست می آورد پیش از رسیدن پلیس به خود رومان چند کلمه نامناسب علی پلیس بیان کرد او از افسر پلیس دلخور شده بود چون به فقط چند کیلومتر در ساعت بیش از سرعت مجاز رانندگی کرده بودم و اگر افسر دیگری بود احتمالاً این خطای مرا نادیده می گرفت. من باز هم با مهربانی و احترام با پلیس برخورد کردم ولی او به اندازه افسری که قلبا از او صحبت کردم مهربان نبود. از او او بود و برگ جریمه برای من نوشت تا جریمه کامل را پرداخت نمایم. من امدن صبر کردم تا نوشتن برگه جریمه را تمام کند و بعد گفتم قربان از کاری که کردم متاسفم من دان... می دانم که مقصرم متشکرم با انجام وظیفه تان و جامعه ما خدمت می کنید. می دانستم وقت جریمه روی کامپیوتر امرای او ثبت شود دیگر رای برگشت وجود ندارد. رفتار افسر کاملا تغییر کرد و تون صدایش لطیف شد. او با دیدن احترام من نسبت به اقتدارش از خود نرمش نشان داد حالا سعی کرد جریمه را عوض کند ولی هر دوی ما می دانستیم که این کار غیر ممکن است من آن مرد را برکت دادم چون او را مطابق نامه رومیان خادم خدا می دیدم بعد با گپ دوستانه از یکدیگر جدا شدیم پس از آن که افسر اجازه رفتن ما را داد به طرف همکارم برگشتم و گفتم اگر فکر کردی ما توهین به افسر می توانی رضایت مرا برای خودت جلب کنی باید بگویم که کاملا برحکس کرده ای بعد هم شروع به تعلیم و بنای او نمودم خیلی طول نکشید تا در کند رفتارش با پلیس محترمانه نبوده و قلبش که فکر میکرد در آلت درستی هست. کاملا مخالف کلام خدا درباره رفتار با قدرت های آکم است. پس از آن اتفاق او یاد گرفت که مطابق اصل احترام به قدرت های حکومتی و مدنی رفتار کند. پاداش احترام به قدرت های حکومتی اجازه دهید شهادتی را با شما در میان بگذارم که پاداش احترام به قدرت های حکومتی را برایتان آشکارتر سازد. در اواخر دهه اشتاد مسافرت های من شروع شد. در نخستین سال مسافرت هایم چند بار در کلیسای واقع در ایالت باختر میانه سخن گفتم تعداد اعضای این کلیسا 150 نفر بود هر سال به آن جا سفر می کردم. ولی هیچ تغییری در آن کلیسا نمیدیدم. بالاخره از رفتن منصرف شدم چند سال بعد دعوتنامه برای شرکت در کنفرانس سالانه آن کلیسا را دریافت کردم چیزی که قبلا اهل آن نبودند متوجه شدم که چند وایزه معروف در آنجا حضور خواهند داشت و تعداد اعضای کلیسا بیش از 800 نفر رسیده بود. واقعا شگف زده شده بودم خیلی کنجکاو شدم پس از دعا و دستیارم گفتم که دعوت را بپذیرد باز هم به با شهرشان سفر کردم و مطمئن بودم که در پارکینگ ساختمان بزرگشان جای برای پارک خواهم یافت اما بلافاصله فهمیدم که جای خالی در پارکینگ وجود ندارد هنگام ورود به سالون متوجه شدم که حداقل 800 تا 900 نفر در آنجا حضور دارند. حضور خدا قویتر از تمام موقعی که من در این کلیسا تجربه کرده بودم و ما جلسه عالی را برگزار کردیم. پس از جلسه با شبان کلیسا تنها شدم و از او پرسیدم چی اتفاقی افتاده؟ شما سالها رشد نمی کردید؟ کلیسا چطور چون این رشد سریعی یافت؟ من فقط سه سال از این جا دور بودم او بدون درنگ نقطه عطف را برای من بازگو کرد و گفت جان من از شنیدن عرفهای اعضایم در باره مالیات که با دولت می دهند و شکایت هایشان از اشتباهات حکومت و رهبران خسته شده بودم و باید کار در این مورد می کردم پس از این رابطه دعا کردم و خدا فکر تازه به من داد او به سراغ مسئولان شهر رفته بود و از آنان پرسیده بود که بزرگترین احتیاجتان چیست آنان گفته بودند که سازمان آتش نشانی به ماسک های مخصوصی احتیاج دارد که در آن نشان بتوانند در دود غلیز قدرت دیدشان را افس کند چون اغلب کسانی که دچار آتش سوزی می شدند بیشتر از دلیل خفگی یا دود جانشان را از دست می دادن. تا سوختگی مشکل آتش نشانان این است که به خاطر دود غلیز نمی توانند شخصی را که درست مقابلشان افتاده ببیند و نجات دهد این ماسک های مخصوص با آنان امکان می دهد که قربانیان را به درستی ببینند و عملیات نجات را به طور کامل نجات دهند این ضروری ترین احتیاج شهر بود ولی مسئولان بودیجه لازم برای برآوردنش را نداشتند قیمت هر کدام از این ماسک ها 25 هزار دلار بود یک شنبه بعد از شبان بالای منبر کلیسا رفت و باب 13 نامه بر رومیان را موازه کرد او با محبت ازای کلیسایش را دوباره شکایت را از مسئولان شهر نصیحت کرد به کلیسایش گفت که مسئولان خادمان خدا هستند و ایمانداران نمی توانند با دزدیدن از مالیات و به احترامی به رهبران شهر برکت بیابند وقت پایه محکم از کلام خدا بنا کرد شروع به صحبت دوباره نیاز کرد شهر به ماسکای مخصوص آتش نشانی کرد و پیشنهاد داد که کلیسا عدیه مخصوصی را به جهت خرید آنها برای شهر اختصاص دهد او به اعضای کلیسا گفت که این روش درست برای احترام به کسانی است که خدا برای خدمت به جامعه شهری تا این نموده است کلیسا با توبه و تغییر نگرش در رهبران مدنی و نیز دادن هدیه 25 هزار دلاری به این موضع شبانشان پاسخ داد. شبان به شهردار اطلاع داد تا اگر می تواند مقامات شهری را برای هفته آینده گرد هم آورد چون کلیسایش قصد دارد از اینه خرید ماسک مخصوص را به آنها ادیه دهد هنگام ورود به ساختمان شهرداری شبان و اعضای ایت رهبریش از دیدن تعداد مسئولان و کارمندانی که حضور داشتند تا شاهد این حرکت احترام آمیز باشند پیش از تقدیم چک شبان قسمتی از باب سیزدهم نامه را بر را خوان و توضیح داد که کلیسا چی دیدی نسبت به مسئولان شهر دارد و اینکه از نظر کلیسا آنان خادمان خدا هستند او از آنان به خاطر تمام تلاش برای حفاظت مردم و خدمت به جامعه تشکر و قدردانی کرد. آنان از دیدن احترام و قدردانی کلیسا شگف زده شده بودند. اغلب ما احترام گذاشتن را با وسیله هدیه پول به روز می دهیم. به یاد داشته باشید که احترام به معنای بها دادن است. ما پولمان را برای چیزی خرچ می کنیم که برای ما گران بها و ارزشمند باشد. بعد شبان به من گفت، چند ماه بعد ما وارد ساختمان جدیدمان شدیم کارمندان و مسئولان اصلی شهر به کلیسا می آمدن. بسیاری نجات یافتند و تصمیم گرفتند به کلیسای ما بیایند این کلید کشوده شدن برای این جامعه و روی ما بود باید به یاد داشته باشیم که عیسی گفت هر کس نبی را به اسم نبی بپذیرد احترام گذارد پاداش نبی خواهد یافت او به طور خاص درباره مراتب اقتدار در کلیسا محبت کرد ولی باید بدانیم که قانون روحانی اقتدار به تمام زمینه های اقتدار تعمیم میابد. پس می توانم چونین نیز بیان کرد هر کس که صاحب قدرت آکمیت به اسم قدرت آکمیت احترام بگذارد پاداش صاحب قدرت آکمیت را خواهم یافت. پاداش آنان چیست؟ پاداش همان و کلید راه یابی انجیل به جامعه است آنان کلید داران دروازه های شهرهای ایالات استانها و کشورها هستند. این امتیاز خدادادی هست اگر تمام کلیساها به رهبران و دولت مردانشان احترام بگذارند و علم ملن پرداخت مالیات ها و اطاعت از آنها تکریمشان کنند چند کشور و جامعه برای بشارت انجیل باز خواهد شد سازی دوست خوب به نام دنی دارم که کلیسای بزرگ در آدلایت استرالیا شبانی می کند سال گذشته که برای موزه در کنفرانس سالانه ایشان با آنجا مسافرت کرده بودم داستان مقابل توجه شدم که من در میان گذاشت او در کلیسا از اشتیاقش برای احترام به کسانی که جهت حفاظت و مراقبت در از شهر زحمت میکشند صحبت کرده بود پس از تفکر و دعای طولانی به این نتیجه رسیده بود که ضروری ترین نیاز شهرشان ترمیم ساختمان مکتبای شهر می باشد. او فرسوده ترین مکتب شهر را یافت ساختمان و محوطه آن کاملا آشفته و ویران بود نزد مدیر مکتب رفت و از او خواست تا اجازه دهد اعضای کلیسایش یک روز شنبه بیایند و نوسازی و ترمیم اساسی را در آن مکتب انجام دهند مدیر با خوشحالی موافقت نمود شبان به کلیسا رفت و رویایش را برای به شهرشان به اعضای در میان گذاشت او از تمام نجارها و پیشوران خواست که همه استعدادشان را در آن یک روز به کار گیرند از اعضای کلیسا خواست تا با آنان همکاری کنند و نیروی کار خود هم آورند رهبران کلیسا ظرف چند هفته سازماندهی لازم برای انجام کارهای لازم به عمل آوردند مواد اولیه خریداری شد و ابزار و تجهیزات برای نوسازی مکتب فراهم گردید سپس شبان ویدیویی را آن از آن روز بزرگ را به ما نشان داد و دید که نجارها چطور قسمتهای قدیمی و پوسیده را بیرون و میریزد. ساختمان را نوسازی میکنند، کارگران قفسه های فرسوده را بیرون میبرند و به جایشان قفسه های نصب میکنند، تعداد بسیاری از مردان و زنان ریگمال میزدند، داغگیری میکردند و رنگ میکردند و دیدم که تخت های جدید و وسایل نو را سر جای خود قرار می دهد زمین مدرسه را پاکسازی و چمنکاری میکردند و درخت بوتا و گل را کاشتند. قسمت از فیلم مربوط به پیش از عملیات و بود و قسمت دیگری پس از روز با سازی فلم برداری شده بود تعجب آور بود مکتب کاملا نو به نظر می رسید کلیسا از خدمت بشر ایجان زده بود همیشه وقتی که کسانی که انتظار ندادند احترام می گذارید قلب تا سرشار از شادی می شود ایمانداران احساس می کردند پاداششان رضایت و خوشنودی است که از کمک به شر نام عیسی مسیح حاصل نمودند به این وجود هنوز پاداش دیگر برایشان در راه بود نخست وزیر استرالیا جان هوارد شنید که این کلیسا برای برکت شهر به کار انجام داده است و قول داد که برای تشکر از کلیسا شخصا در آنجا حاضر می شود در فلم بی دیدم که مقام اول کشور به کلیسا آمده و تشکر و قدردانی را شخصا به تمام وجود ابراز می کند. در نتیجه این کلیسا یکی از محترمترین کلیساها در تمام شهر است شهرت و نفوذ این کلیسا در مقابل و کشور به شکل عظیم فزونی یافت این پایان کار نیست وقت شبان دنی برای ماجرای نوسازی را با دیگران در میان گذاشت جنبش چند برابر با شرکت سایر کلیسا به جریان افتاد کلیساهای بسیاری در پاسخ به این عمل برنامه خاص خودشان را ترتیب دادند و که امروز بیش از 200 مدرسه در سراسر سر استرالیا، انگلستان، سوئد، سنگاپور و مالزی باسازی و نوسازی شده است. کلیسای شبان دنی نیز خدمت در جامعه را با نوسازی زندان زنان شهرشان ادامه داد. در طول این برنامه کلیسا توانست رابطه مناسب با سازمان باز پروری برقرار کند که در نتیجه که زندانیان اجازه می از کلیسا ملاقات روزانه با عمل آورند بسیاری از این زنان نجات یافتن و اکنون در زندان جلسات کلیسایی برگزار می آوازه نیک شاید تعجب کنید که چرا داشتن شهرت نیکو در شهر چونین اهمیتی دارد. دلیلش ساده است. نخستین اینکه کلام خدا چونین می خواهد پولیس رسول می که رهبر کلیسا باید در میان مردمان بیرون نیست نکنام باشد که بر سوایی و دام ابلیس گرفتار نیاید. اگر تیموتایوس سه هفت اگر میان مردم خارج از کلیسا شهرت خوبی نداشته باشیم کلام خدا را زیر سوال میبریم چون این مسئله موجب توقف بیش روی تاثیر انجیل می شود که البته این دامعه از جانب شیطان هست غیر ایمانداری رومی درباره مسیحان قرن اول کلیسا می نویسد آنان روزهای عمرشان را بر زمین سپری میکنند ولی شهروندان آسمانند قوانین مقرر را اطاعت میکنند و در عین حال با روش زندگیشان در قانون پیشی می گیرند. کتاب اعمال رسولان در باره کلیسای اورشلیم در قرن اول چنین می نویسد. اما از دیگران افراد خارج از کلیسا کسی اجرات نمی کند. نزدیک شود هرچند مردمان همگیشان را بسیار محترم می داشتند اعمال پنج سیزده عبارات داخل پرانتز توضیحات نویسنده است. چرا مردم بیرون از کلیسا با ایمانداران با احترام و افراد برخورد می کردن؟ چون سطح بالای زندگی آنان را میدیدند یکی از خصوصیات تقدس حقیقی این است که در طرز تفکر و در شیوه زندگی به ساعت میاری پاچه آسمان برسیم. شاید اده بپرسن، اما جان آیا ما باید به خاطر احترام به رهبران مدنی و رساندن بشارت انجیل به آنان در اصول انجیل تخفیف قائل شویم؟ قاطعانه نه یحیای تمدید دهنده هیرودیس را به خاطر زیر پاگذاشتن قانون خدا و همخواب شدن با همسر برادرش توبیخ کرد و در واقع به همین دلیل سرش را از دست داد من خادم را شناسم که با رئیس جمهور کینتونوز ملاقات کرد و به او اختار داد که اگر او و دیگر رهبران کشتن کودکان بیگنا سخت چونین را قانون بشمارند داوری خدا بر او و تمام کشور واحد بود این خادم به نوع اختار برای رئیس جمهور رسانید که او احترام بسیاری برای اختارش قائل شد همان طور که هیرودیز برای یحیا هیرودیز از یحیا به عنوان نبی می ترسید بسیاری باعث خود بر تربینی انتقادی و قضاوت با مسئولان برخورد می کند کلبت این به دور از احترام شدرک، میشک و عبدنقو اتا زمانی که در مخالفت با بودپرستی پادشاه با او صحبت می با احترام با او گفتگو برخورد نمودن. یک تزاد. همسرم روی روی دریافت کرد که هرگز فراموش نمی کنم در سالهایی که رئیس جمهور کلینتونوز را راست قدرت بود شب همسرم مرا از خواب بیدار کرد و گفت جان رویا رویی دیدم که باید با تو درباره اش صحبت کنم خدا با لیزا از طریق رویا بسیار صحبت می کند او ادامه داد من و تو در سالون بزرگی بودیم و سخنان خادم گوش می دادیم یادم نیست که خادم چی کسی بود ولی بین مسیان شناخته شده بود او به ضد رئیس جمهور کلینتونوز صحبت می کرد و به او افترا می زد و در گفتن این که او چقدر بد بوده است زیاده گویی می کرد. اکثریت جمعیت مشتاقانه فریاد می زدند. آمین و سخنان او را چونین تایید می کردند. اما من و تو بسیار ناراحت بودیم. سپس ما ادامه داد آن وقت دیدم که مرد از سایه برخواست و در قسمت پشت سالون شروع به قدم زدن کرد. احساس کردم باید او را تعقیب کنم وقتی به ورودی سالون رسیدم برگشت و به من نگاه کرد از رئیس جمهور کلینتونوز بود غرق در اندو و رنجش با قلب شکسته بعد افتاده روی زمین همسرم ادامه داد جان من در رویایم می که او برای کمک و حمایت به کلیسا می آید ولی کلیسا او را به دور از محبت و دلسوزی تعقیب می کرد خدا به من نشان میداد که رفتار باعث سختتر شدن قلب او شده است و باعث شده ایم که از آنچه برای خودش و تمام مردممان لازم است روگردان شود بیایید این رویا را با رفتار دوستم به کلیسای بزرگ در غرب امریکا شبانی می مقایسه بکنیم او همچنین مدیریت مرکز ملی دعا را نیز بر عهده داشت که در پایتخت کشورمان واقع است خدا در قلب او نهاده است که تا به مجلس سنا مجلس نمایندگان و دیگر رهبران در واشنگتن خدمت کند در سال حداقل 22 هفته را به مسافرت و واشنگتن دی سی اختصاص می دهد. اما کلیسای چند هزار نفریش به رشد و پیشرفت ادامه می دهد. او به من می گفت جان من با این رهبران تنها برای انجام یک کار ملاقات می کنم. تنها یک کار برای تشکر از این که به کشورمان خدمت می کنند و اگر ممکن باشد برایشان دعا کنم. او با من در میان گذاشتن که بسیاری مواقع لازم بوده که شبانان و گروه های کلیسایی را تعلیم دهد که چی طور با رهبران و مسئولان دولتی هنگام ملاقاتشان از کلیسا برخورد کنند. اغلب مجبور بوده اند که دید قضاوت کننده و محکوم کننده آنان را نسبت به رهبرانشان پیش از ملاقات با آنها اصلاح کنند. آنان خود را آزادی لیبرال می دانستند و همین باعث شده بود که فرمان خدا را مبنی بر احترام نهادن و دعا کردن برای رهبران کشور را کاملا نادیده بگیرند. بعد گفت که غالبا گروه های کلیسا از دیدن اینکه که چی رهبران مهربان و کشاد قلب دارند، شگفت زده شدن. این ناشی از این واقعیت است که گروه های کلیسایی به جای تقاضای چیزی که یا مطرح کردن پیشنهاد صرفا به آنان احترام گذاشتن اجازه دهید دو شهادتی را که از او شنیده‌ام به شما در میان بگذارم وقتی این مطالب را میخوانید در نظر داشته باشید دو رهبری که او درباره شان صحبت میکند خط مشی بسیار لیبرال دارند من با این نماینده کنگره قبلا چند بار ملاقات کرده بودم اما گروهی از دانشجویان جوان را که اهل موسیقی بودند به همراه خود داشتیم و نماینده کنگره ما را به دفتر خود دعوت کرد که در آنجا با او و چند نفر از کارمندانش ملاقات کنیم گفت و گویمان را با او با معرفی عادی خودمان شروع کردیم در این صحبت ما از خدمت او برای مردم این منطقه و نیز خدمات متحدانه او به کشور قدردانی کردیم و سپس از نقطه نظراتش را در میان گذاشت و سوالات از ما پرسید بعد از او خواستم که اگر اجازه دهد سرود بخوانیم و برای دعا کنیم او با اشتیاق گفت بله وقت شروع به خواندن کردیم همه ما می توانستن مسیح روی قدس را به آن جا اس کنند و بلافاصله چشمان همه را عشق زد پس از خواندن سرود میهن پرستانه و سرود پرستشی با دعای جلسه را پایان دادیم آنچنان تحت تاثیر قرار گرفته بودیم که هیچ کس اتا شخص نماینده نمی توانست عرف بزند سرانجام نگاهی به من کرد و سعی کرد به زبان خودش توصیف کند که چی گونه لمس شده و چی حسه داشته است او نمی توانست آلش را توصیف کند سرانجام گفت شبان شما می دانید که من دو فرزند کوچک در خانه دارم واقعا لازم است آنها را به کلیسا برگردانم این طور نیست و در ادامه در از رفتن به دفترش بسیار سپاسگزاری کرد داستان دیگری که او در مورد یک نماینده دیگر کنگره با من در میان گذاشت از این قرار است نخستین باری که با این نماینده مجلس ملاقات کردم گروه 15 نفره از شفاعت کنندگان در کنار شبانشان وایم بودند و به دفتر کار او رهنمایی شدیم از زبان و عرکاتش فهمیدیم که مطمئن نیست ما چی میخواهیم چون ما گروه کلیسایی و به نمایندگی از مرکز ملی دعا به ملاقات او رفته بودیم او بسیار مهربان بود و از ما پرسید که میخواهیم چی کاری برایمان انجام دهد من به او گفتم برای دریافت چیزی به این جا نیامدیم بلکه صرفا برای تشکر از خدماتش به کشور و دعا برای او نزدش آمدیم آن گا روی چوکی آرام و گرفت و گفت این برای من یک ادیه است سپس توضیح داد که هر روز با مردمی ملاقات می کند که برای دریافت پول به دفترش آمدهاند او گفت که در ذهن خود تابلو دیجیتالی آویخته بود به دیوار دفترش تصور می کرد که تعداد مراجعانی که برای درخواست پول به دفترش می آیند و روز به روز بیشتر میشوند شوند را نشان می دهد. ادامه داد و گفت اما امروز شما آمده تا چیزی به من بدهید چون این چیزی هرگز اتفاق نیفتاده است. بعد برایش دعا کردیم و هنگامی که کارمان تمام شد گفت ممکن است لطفا برای کارمندان من هم دعا کنید کارمندانش وارد شدند و ما برای آنها نیز دعا کردیم وقتی همه چیز به پایان رسید به ساحتش نگاه کرد و گفت امین آلا یکی از قرار ملاقات هایم را لغو کردم می ساختمان کنگره را به شما نشان دهم و هم گشتی در آن بزنیم این کار نیست که یک نماینده کنگره انجام دهد بلکه معمولا دستیار یا کارمندان رده پایین تر آن را انجام می سپس ما در برای بازدید از ساختمان کنگره همراه کرده و نزدیک به نیم ساعت از وقتش را به ما صرف کرد. پس از آن من و نماینده کارت و ویزت هایمان را با یک دیگر رد و بدل کردیم و به او محل کارش برگ بازگشت. دو هفته بعد شبان آن کلیسا با من تماس گرفت و گفت که تلفنی از طرف نماینده کنگره به او شده است که خواسته اگر ممکن باشد آخر هفته آینده به کلیسای آنان برود ما درباره این که چیگونه گونه باید این ملاقات را مدیریت کند صحبت کردیم و یک شنبه فرا رسید و نماینده کنگره به همراه همسر و رئیس دفتر در کلیسا حاضر شدند شبان پس از پایان بخش پرسش و پیش از موعظه نماینده و همسرش را معرفی کرد و آنها با مردم سخنانشان را در میان گذاشتند سپس برای او و همسرش که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بود دعا شد تمام این نتایج به دلیل احترام و نمایندگی کنگره و دعا برای او در دفتر کارش حاصل شده بود. این شبان که دوست من است شادت های بسیاری از این قبیل دارد شاید بپرسید. آیا باید حقیقت را بر حبران بازگو کنیم؟ بله. همانطور که یحیی تمدید دهنده و خادمه که برای رئیس جمهور کلینتونوز اختار داد و نیز دیگران و دیگران که به این کار ادامه می دهد اما اگر کلیسا در محبت و دلسوزی مسیح گام بردارد و احترام شایسته به کسانی که در قدرت قرار دارند نشان ندهد آنان به سخنان ما گوش نخواهیم داد اما باید حقیقت را بگوییم ولی با محبت و ترس خداوند زمان خواهد آمد که خدا خادمانش را نزد رهبران سیاسی بفرستد تا کلام قوی را به آنان بازگو کنند همانطور که انبیای عهد عتیق نزد پادشاهان رفتند اما اینکه در خانه های ما جلسات کوچک و جلسات کلیسایی را از رهبرانمون انتقاد کنیم و از آنان که چونین میکنن حمایت نماییم چی فایده ای دارد؟ این کار بدگویی هست آنچه در خلوت میگوییم باید سخنی باشد که بتوانیم با قلب پر از محبت و احترام رو در روی رهبرانمان با ایشان بگوییم وگرنه روی خودمان را مسموم خواهیم کرد و این خود را در ملاقات با آنها بروز خواهد داد با پادشاه احترام بگذارید سخنان پترس رسول را بشنوید او میگوید که ما باید از خدا بترسیم و با پادشاه پا احترام بگذاریم اول پترس دو ابدا. پترس میگوید چطور میگوید از خدایی که نمیبینید میترسید ولی به صاحب قدرتی که خدا به او اقتدار بخشیده و شما میتوانید او را ببینید احترام نمیگذارید اگر ترس خدا در قلب ما باشد به رهبران احترام خواهیم گذاشت رهبران سیاسی مدنی خانوادگی و یا کلیسایی همان طور که در فصل قبلی گفتیم ما در امریکا به رهبرانمان میگوییم شما باید ثابت کنید که شایسته احترام من هستید اما کسی که ترس خداوند را در قلبش دارد میگوید من اقتداری را که خدا به شما بخشیده میبینم در نتیجه من با شما احترام رفتار میکنم من در مورد پاچایی که پترس در این نامه به طور خاص به او اشاره می کند تحقیق کردم البته کتاب مقدس را چنین تفسیر کرد که برای مثال پترس در این آیه فقط به پاچایی خاص اشاره می کند سخن پترس خطاب تمام ایمانداران در تمام دوران هاست که به رهبران خود احترام بگذارند اما در مورد پترس پادشاه زمان او هیرودیس اگریپاس اول بود رهبر بسیار فاسد و خودخواه این مرد در سال سی و هفت پس از میلاد به پادشاهی رسید یعنی پس از رستاخیز ایسا او با وسیله هوش و درایتش به این مقام رسید و با ذهن آینده نگرش توانست هر راهی را که به او هدفش برساند استفاده کرد. پس از قتل کالیاگولا امپراتور روم یک مانور کلیدی سیاسی توسط او کمک کردن به کلیادوس برای رسیدن به تاج و تخت بود. کلیادوس کار زریکانه سیاسی اگریپاس را با گماشتن از او منصب پادشاهی و اضافه کردن مناطق یهودا و سامره به پادشاهی او پاداش داد او صاحب پادشاهی عظیم و وسط پادشاهی پدر بزرگش هیرودیس کبیر شد هیرودیس اگریپاس اول در طول پاچاییش مجبور بود که موضع خود را در اختلاف بین یهودیان و مسیحان مشخص کند بدون تردید به عنوان جفا کننده سرسخت مسیحیان شناخته شده است. در عهد جدیدش میخوانیم در آن زمان ایرودیس پاچای دست ستم بر برخ از افراد کلیسا دراز کرد. با دستور او یعقوب برادر یوحنا را به شمشیر کشتند و چون دید که کار یهودیان را خشونت ساخت گام برتر برداشت و پترس را نیز گرفتار کرد. این در ایام اید فتر رخ داد. اعمال رسولان دوازده یک سه این فرمان روا به ایمان داران مسیح ظلم می کرد. چون به نفع اهداف سیاسیش بود و به این وسیله می توانست رضایت یهودیان را به دست آورد. او یعقوب را که یکی از نزدیکترین شاگردان ایسا بود به قتل رسان و میخواست خواست پترس را نیز بکشد. نقشه آگریپاس برایش کشتن پترس به وسیله دعا و اطاحت کلیسا خونسا شد. آیات پنج نزده را بخوانید. این رهایی پترس از چنگ گریپاس ایمانداران را بسیار تقویت نمود پاداش اطاعت آنان را در این آیه یافته می شود اما کلام خدا هرچی بیشتر پیش می رفت و منتشر می شد آیه 24 دعای مداوم مدقسان و اطاعتشان در احترام گذاشتن و صاحبان قدرت تاثیر گذاری بیشتری با خود و همراهی داشت وقتی که به خواندن ادامه دهیم می بینیم که هیرودیس اگریپاس اول روز را تعیین می کند و مردم را گرد آورده نزدشان با لباس پادشاهی در تخت می نشیند و برایشان سخنرانی می کند. مردم فریاد می آوردند این صدای یکی از خدایان است نه خدا صدای آدمی. در دم فرشته خداوند او را زد از آن رو که خدا در تجلیل نکرده بود آنگاه کرمها بدنش را برخوردن و مرد. آیات 22-23 داوری فرار رسید ولی نه از طریق قوم خدا بلکه توسط شمشیر خداوند فقط خداست که بر سایبان قدرت داوری میکند به ما توصیه شده که برای رهبرانمان دعا کنیم باشیم و با, ایشان حرمت نهیم اگر نیاز به با داوری باشد ما صرفا باید نظارت باشیم و واسطه نایتاعتی در دعا کرده باشیم برای رهبرانمان و احترام نگذاشتن به آنها می خوانیم تحقق و عده داوری عادلانه خدا را به تحقیق بیاندازیم و به دین ترتیب آنچه را که جامعه به کشورمان بدان بسیار نیازمند است از آن دریخ کنیم مداخله الهی نمونه امروزی دقیقا همین موضوع در سالهای نو چندان دور در کشور نیجریه اتفاق افتاد رهبر ستمگر به نام سانی آباچا در سال 1993 با وسیله لغو انتخابات عمومی و زندانی نمودن برنده احتمالی انتخابات ماشود آبیولا به قدرت رسید سپس بسیاری از رهبران دموکراتیک را اعدام کرد و حکومت دیکتاتوری خود را آغاز کرد بسیاری از مردم بیگنا تحت حاکمیت او کشته شدند و دست کم سه میلیارد دلار پول اختلاس شد و با حساب شخصیش در اروپا واریز گردید. من یک دوست صمیمی به نام مارک دارم که شبان است و مرتب به نایجیریا سفر می کند. او با دو نفر از شاخص ترین شبانان نایجیریه دی آبوی و واسقف دیوید اویا دیپو دوست شد که این دو شخص آغازگران جنبش عظیم مسیحی در نایجیریا بودند. جلسات دعای ماهانه آنان معمولا یک میلیون شرکت کننده دارد. در سال دو جلسه مخصوص دعا دارند که یکی در جولای و دیگری در سپتامبر که هر دو تقریبا دو میلیون شرکت کننده دارد دوست من به دیگرانی که مرتب به دیدار می کند من می گویند که ایمانداران نیجریه به رهبران و قدرت های مدنی احترام بسیاری میگذارند از دیگر سو آنان در دعای برای رهبران و درخواست عدالت خدا بر کشورشان بسیار غیورند شبان مارک به من گفت که جلسه دعای هامیان در اوایل سال 1998 شبان معروف دیگری از شمال نایجیریه آمده بود. شبان امانویل کور دید که ابرها شکافته شده و دو فرشته عظیم با شمشیرهای بزرگ پایین می آمدند. خدا به او نشان داد که روزهای آباچا شمرده شده در واقع ظرف سه ماه دووری خدا بر او خواهد آمد و اگر او توبه نمی‌کرد هیچ رای گریزی برایش وجود نمی داشت. این سخنان به گوش رئیس جمهور آباچا رسید و از آنچه شبان کوره گفته بود آگاه شد. آنگاه پاچا پیشنهاد سال برای او فرستاد. مقدار زیادی پول تا شاید این نبوت بر او بی اثر شود. شبان کوره به شبان مار گفت که خداوند به او گفته است آن را لمس مکن مبادا جزام او آباچا بر تو بیاید. سپس شبان کورا پیغامی برای او فرستاد مبنی بر اینکه او نیاز به توبه و بازگشت به خداوند دارد خداوند درباره برای رهبر جلسه دعا ادوبیا باز کرد تا به رئیس جمهور آباچا صحبت کند او همچنین به رئیس جمهور اختار داد که اگر توبه نکند با مرگ از قدرت بر کنار خواهد شد در جلسه دعا بزرگ سال 1998 سه ماه پیش از شبان کورا از فرشتگان را دید شبان ادوبیا به مردم گفت که رو به یک دیگر کنید و به هم بگویید سال نو شما مبارک مردم کمی گیج شده بودند او به مردم گفت که یوغ شکسته شده است و رقص و پایکوبی در خیابانها در آستانه شروع شده است 24 ساعت پس از این اعلام رئیس جمهور به دلیل عمله ناگهانی قلبی دچار مرگ شد در گزارشش خبری چونین آمده بود من از اینترنت آن را به دست آوردم بر اساس خبرهای بی بی سی مردم با شنیدن خبر مرگ رئیس جمهور نیجریه در آل جشن و شایدی و در سراسری خیابانهای کشور هستند شرکت کنندگان در جلسه دعا می دانستند که آبویا به یوغ دیکتاتور اشاره می کند اندک پس از این واقعه کشور نیجریه با انتخابات شدن یک رئیس جمهور مسیحی در این مقام برکت یافت رئیس جمهوری که این دو شبان برجسته را رهبران روحانی کشور تلقی می کند کشور حرکت عظیم را به تجربه کرد این واقع مبشر معروف را پایین نهاد و بونکه در زمان رئیس جمهور آباچا اجازه ورود به نیجریه را نداشت پس از مرگ رئیس جمهور جدید اولوگ و باسانجو را نهاد بونکه را به برکت در مراسم تعلیف خود دعوت کرد و با این کار رئیس جمهور درهای کشور را دوباره بر روی اینها بونکه گشود نخستین جلسه بزرگ بشارت ریهانهات بونکه در اکتبر 1999 برگزار شد تا اکتبر 2006 جلسه در نایجریا باعث نجات 42 میلیون نفر شده بود است که در هایشان را به عیسی مسیح نجات داده و خداوند سپردند این رقم به وسیله شمارش فرم که افراد پس از توبه آنها را پر می کنند به دست آمده و دوستی که مدیر اجرایی خدمات بونکه است این رقم را به من گزارش داده است جمعیت نایجیریه در سال 2000 123 و 822 نفر بود که رقم 42 میلیون نفر به معنای یک سوم جمعیت کل کشور است این رقم شامل تعداد افراد نجات یافته نمی شود که از سال 1999 بعد در اثر خدمات شبانان معلی یا سایر مبشران و ایمانداران به مسیح ایمان آوردند جالب است که نایجیریا یک چهارم جمعیت تمام قاره افریقا را بر خود جای می دهد و نام چونین اتفاقی را سید شگفتانگیز جانها می گذاریم. با یاد آوردید که کلام خدا پس از مرگ هیرودیس چی می گوید؟ اما کلام خدا هرچی بیشتر پیش از رفت و منتشر می شد آیه دوازده بیست هیرودیس چرا مرد؟ چون مقدسات از ترس خدا زندگی میکردند که شامل احترام بر همران نیز می شد و کلیسان متحد دادن در دعا بودند. وقت قوم خدا به سایبان قدرت احترام بگذارند بر ایشان دعا کنند و معتی کلام خدا زندگی نمایند شاهد نزول چشمگیر روح خدا بر روستاها، شهرها و کشورهایمان ما بود پس منتظر چی هستیم؟